درود دوستان، مدتی بود از هم دیگه خبری نداشتیم. من ویدیویی رو پر نکرده بودم و امروز فکر کردم یه چیزی رو براتون عنوان بکنم در ارتباط با این شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های وکلا. نمیدونم شنیدین یا نه، یه آبروریزی خیلی بزرگی شده در ارتباط با کاری که سرمایه‌دارا و بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی انجام میدن به خاطر اینکه مردم و سرشون رو کلا بذارن. یه زمانی من فکر می‌کردم که این اعتمادی رو که وجود داره، اعتماد باید دو جانبه باشه و چند جانبه باشه. اعتماد چند جانبه است که ارزش داره، وگرنه اینکه بین دو تا دوز بین خودشون اعتماد داشته باشن که چجوری سر دیگه کلا بذارن، که اینکه هنری انجام ندادم. اون فکر کنم فلواقع ماجرای اعتماد رو درست نفهمیدن. یک کلمه هست توی انگلیسی به نام تراست و کارتل، این شرکت های گردن کلفتی که با هم دیگه اعتماد میکنن چجوری سر مردم کلا بذارن، چجوری با هم دیگه قیمت ها رو بالا نگه دارن، پایین نگه دارن یا این ور اون ور بکنن. این اعتماد به درد نمیخوره. نظر من اون اعتمادی نیستش که مد نظر انسان هاست در جهت ارتقاء رشد شخصیتیشون و معرفتیشون. چیزی که من امروز میبینم اینه که معمولا وکلا از اونجایی که در واقع چیز حقوقشون خیلی بالاست، رنج حقوقشون بالاست، خیلی راحت سر ملت کلا میذارن و مردم هم اعتماد میکنن بهشون. این اعتماد از این ور هست ولی از اون ور نیست. بنابراین اعتمادها باید در واقع نه تنها یک جانبه باشه، بلکه باید چند جانبه باشه. مینیمم دوتا باید باشه. اون وقت هستش که این اعتماد ارزش داره. اگه من اعتماد بکنم به کسی و اون یکی سر من کلا بذاره، درست نیستش که. من فکر میکردم توی ایران همش دزدی و نمیدونم سر هم دیگه کلا بذارن اینا، ولی در صورتی که فکر نکنه توی خارج هم جوریه. من توی آمریکا موردی برام پیش اومد در ارتباط با تصادف ماشینم که یه نفر به من زد و بعد با وکیل که صحبت کردم اونجا گفتش که آره باید ماشینت حداقل $2,000 این خسارت بهش اومده باشه که برای من ارزش داشته باشه، برات اصلا این کیسو بگیرم. آها گفتم خب ماشین که $200 بیشتر خرجش نمیشه که درستش بکنن. گفت نه، اگه میخوای من یه نفر میشناسم، یه دونه مکانیکی، اون میتونه بهت یک رقمی رو بده که اون وقت من بتونم برات کار بکنم. اوکی؟ رفتیم اونجا و اون فرد در واقع گفتش آره این چون فشار اومده به اینجا و اونجا اینا، این حدود $2,000 خرجش میشه. اوکی. خب پس بنابراین وکیل این مسئله رو مهر گرفت که $2,000 اونجا خرج میشه. خب ببینم گردن چیزی درد نمیاد. آره گردن من درد گرفته بود، ولی گفتش که باید بری پیش این چیز فیزیوتراپ و بعد این بهت هی چیز بده، بری هر هفته پیشش و هر هفته برات یه ماساژ یه کاریت بکنه که ما بتونیم این قیمت رو ببریم به اندازه بالا که سود داشته باشه، که بتونیم با بیمه اون طرف مقابل بجنگیم. آها خب این پولا رو کی میده؟ خب نگران نباش، ما این پولا رو هر چقدر گرفتیم تقسیم بر 4 میکنیم، یه قسمتش من میگیرم، یه قسمتشو اون مکانیکی میگیره، یه قسمتش اون یارو فیزیوتراپیست، یه قسمتش قسمت تو گیرت میاد. باورتون نیشه این آمریکاست. البته میگم صحبت از آمریکا میکنم، من خیلی از آمریکا چیزای خوبشو گفتم، ولی خب منصفانه از چیزای منفی هم بگم. ولی این ماجرا من فکر می‌کردم که فقط در مورد آمریکا صدق می‌کنه، ولی اینطور نیست دوستان. در مورد کشور سوئد هم همینطوره. یه شرکتی رو من می‌خواستم اعلام ورشکستگی اعلامش بکنم، بعد درسته که تمام کاغذ و بدهی و همه اینا از بین رفته بود، با اداره ثبت شرکت ها صحبت کردم، اونا گفتن که ببین اگه تو بخوای کار کاغذ بازش انجام بدی حدود 10 ماه طول می‌کشه، حدود 20,000 کرون خرجت میشه، میتونی بری اداره چیز دادگاه اونجا بگی که من اعلام ورشکستگی بکنیم و منم و خیلی سریعتر پیش میرم. گفتیم باش، اعتماد کردم، رفتم
دادگاه گفتم من اعلام ورشکستگی میکنم. خب اشکال نداره. خیلی سریع پیش رفته، منم خیلی خوشحال شدم از اینکه چرا سریع پیش رفته. بعد از یه هفته یه اداره یه وکیلی تماس گرفت با من. گفتش که ما کیس تو رو در ارتباط ورشکستگی به عهده گرفتیم و این ماجرا حدود بین 10 ماه یا 1 سال طول میکشه. گفتم چی؟ کاغذی نیستش که شما بخواید انجام بدین که، چون من میدونم اینا هر یه ساعتی هم که چیز هست بین 3000 کرون 4000 کرون آدمو چارج میکنن. گفتن که یارو زنه گفتش که این مشکل تو نیستش که، تو نباید نگران باشی، پولی نیست که تو میدی، که پول رو دولت میده. بودم ای بابا، چون که فرق نمیکنه پول دولت از کجا میاد، از جیب امثال من و اون من و این میاد دیگه. دیدم خیلی بهش برخورد که من هم چه حرفی میزنم. خدا ببین، نه تو پول خودت هم هست، تو داری پول میدی به دولت، بعد یه کاری که در عرض نیم ساعت میخواد تموم بشه تو میخوای بین 10 ماه تا 1 سال بکشیش. لانگ استوری شورت، داستانو کوتاه بکنم، ماجرای این که شما در ارتباط با اعتمادی که میکنیم به کشورها، به وکیلا این ور اون ور، چرا که وجود داره درش، خیلی خیلی مواظب باشین که سرتون کلا نره. من یه زمانی موقعی که اومدم سوئد گفتن اینجا میتونی وکیل بگیری که این وکیل بر علیه دولت سوئد میتونه اقدام بکنه و پولش هم لازم نیست تو بدی. ولی نمیدونستم که اینا برای همدیگه کارتراشی میکنن. پلیس برای وکیل کار تراشی میکنه، وکیل برای دادستان کار میتراشه، ای کار میسازن برای هم دیگه، نشای کار تراش نه، کار برای هم دیگه میسازن که بتونن در واقع پول در بیارن از این ماجرا. هیچ چیزی هم نیستش که بخوان ازش خجالت بکشن بابت این کار. و من بابت این مسئله متاسفم که همچین شکلی رو اینا ایجاد میکنن. ای کاشکی میتونستن اینا در واقع یه مقداری منصفانه تر برخورد میکردن. من میتونم دست روی صدها شرکت وکالت اینجا بذارم که موکلینشون رو معمولا یه ساعت، نیم ساعت، دو ساعت اضافه تر از آنچه رایی که هست چارجش میکنن. بعد خب من برای منی که به فرض مثال 10 ساعت برای من وکیل باید مینش نوشته، 11 ساعت زیاد فرقی نمیکنه، چون اطمینان میکنم که آره اینا حتما کارش 11 ساعت طول کشیده. ولی اون یک ساعته رو دزدیه، یک دزدیه درست حسابی. الان با تمام این تفاصیلی که میبینین، ببینین هیچ کدوم از این بانکایی که تو سوئد هستن، هیچ کدومشون در واقع همشون باید مثبت چیز نه سودی داشته باشن نه ضرری داشته باشن. اینا در واقع پولای ما رو نگه میدارن و کارمزدی که از ما میگیرن به عنوان کسی که توی بانک هست پول گذاشته، این میتونه این کارمزد برای خرجی که به وجود اومده داشته باشه. حالا یه مقداری هم از این پول سود میکنن بابت وامایی که دادن این ور اون ور به کسان دیگه. بعد این پول باید برگرده به افرادی که پول گذاشتن توی چیز، توی بانک، نه اینکه خودشون ازشون استفاده بکنن. حالا تمام بانکای سوئدی رو که نگاه میکنی میلیارد میلیارد سود دارن، تمام شرکت‌های بیمه‌هاشون میلیارد میلیارد سود دارن، در صورتی که این سود نباید داشته باشه. اگه سود داشته باشه بالفرض مثال باید با تمام کسانی که اعضای اون بانک هستن و پول گذاشتن اونجا باید تقسیم بشه. ولی پولا کجا میره؟ برای حقوق فلان رئیس، فلان چیز، اینور اونور. یه چیزش به ما که می‌خوایم بریم پول بذاریم تو اونجا نمیرسه. فقط خواستم بگم که علی‌رغم این که نباید زیاد خوشبین باشین به این که در اروپا و در یه سری از این کشورها یه سری قوانین هست که میتونه اینا رو جلوشون بگیره، که من برای اونم اون کسایی که دوز هستن معمولا راهشو پیدا میکنن. همیشه میگن انقلابی یک گام جلوتر از پلیسه. البته اینجا انقلابی نیست، اینجا دوزتا همیشه یک قدم جلوتر از پلیس هستن. پلیس سعی میکنه اینجا رو ببنده و یه راه دیگه ای رو پیدا میکنن. و بدبینم نباشین به اون شرایطی که آدم بعضی موقعا داره، چون میتونه از اون بدتر هم وجود داشته باشه. بیش از این سرتون درد نمیارم و براتون روز
روز خوشی رو آرزو میکنم، علیرغم که تو سوئد هوا ابری و بارونیه. امیدوارم که هوای آفتابی و آسمان آبی نصیب شما بشه. پایدار باشه.